اتفاقا اینجا خیلی مهمه که به دلیل اینکه شما ببینید در راما در کشورهای دیگه میبینیم که مصادیق کودک آزاری و آزارهای جنسی بسیار با جزئیات لازم به کودکان و به خانواده ها آموزش داده میشه. برای کودکان یک حریم خصوصی تعیین میشه تا اونها رو متوجه بکنه که هر فردی که معمولا اونها رو درگیر در چنین فضایی قرار میده که محتوای جنسی برای اونها داشته باشه کودکان اعلام بکنن. ولی متاسفانه ما همچین فضایی رو برای کودکان نه تنها به وجود نمیاریم، بلکه تلاش میکنیم یک تابوی بسیار بزرگی رو برای کودکان به وجود بیاریم. ما معمولا از آزارگری های جنسی که از کودکان و در برابر کودکان میبینیم فقط تعرض و یا تجاوز نیست، بلکه آزارگرهای جنسی که کودکان رو مورد مخاطب خودشون قرار میدن سعی میکنن کودکان رو در موقعیتی قرار بدن که اونها رو درگیر یک سری محتوای جنسی و یا فعالیت های جنسی بکنن، چه به صورت گفتاری، به صورت دیداری و به صورت شنیداری باشه. و این میتونه بسیار مسئله مهمی باشه که باید به اون توجه بسیار زیادی بکنن. مسئله دیگه که من در کنارش توصیه میکنم بهش بسیار توجه بشه مورد اینه که ما معمولا فرد آزارگر جنسی رو، فردی که مخصوصا آزارگر جنسی کودکان رو، یک فرد غریبه و یا یک فرد ناآشنا میدونیم، در صورتی که در همین چند سال اخیر اگر که ما به آزارگرهای جنسی کودکان مراجعه بکنیم میبینیم اون فرد معمولا از یک فردی بوده که مورد امن کودکان بوده، آشنا و فردی بوده که حالا جز مراقبین کودک بوده و یا مربیان کودک بوده که کودکان رو مورد حمله قرار داده. بله. ولی در کنار اونها این باید خانواده بسیار آگاه باشه که متاسفانه این مسئله برای حکومت نه تنها بار، البته از این نظر رو هم بگم که متاسفانه ما کودکان رو در جامعه ایرانی به شما به رسمیت نمیشناسیم. معمولا آثارهای روانشناسی و آسیب‌های روانشناسی کودکان رو هم به رسمیت نمیشناسیم. حالا اگر این آسیب‌های روانشناسی از افرادی که مورد حمایت حکومت هستن، خب چه بسا بدتر که به هیچ عنوان نه تنها افشا نمیشن، بلکه قطعاً اون حکومت مورد حمله و یا مورد اعتراض مردم قرار میگیره و همون دلیل معمولاً حکومت اونها رو افشا نمی‌کنه و سعی می‌کنه اونها رو سرپوش بذاره.